میارم که حتما اگر ضعفی هست این ضعف برطرف بشه. و خدمتون عرض کنم که خیلی هم لازم و ضروریه. تمام تمرین ها، فعالیت های کتاب، خدمتون عرض کنم که مسائل این چنینی که وجود داره رو من کامل بهتون میگم و خیالتون از این بابت راحت باشه. در مورد فضای کنکور 1402 که هی میگن آقا عمومی هست نیست فلان، نه ما کاری باش نداریم. در هر حال شما میتونید ببینید برای امتحان نهایی شما چه 40% معدل تأثیر قطعی داشته باشد و نداشته باشد اصلا فرقی برای ما نمیکنه. ما اون سبک و اون حجمی که داریم برای کنکور کار میکنیم امتحان نهایی واسه ما شوخیه. میتونید بپرسید پارسال الان ویدئوی کلاس ریاضیات گسسته من در آپارات حدود 86,000 تا ویو خورده، درصد کل بچه رشته ریاضی 100,000 نفر بوده، یعنی بالای 70-80% بچه ریاضی این کشور دیدن اون ویدئو رو. از سراسر کشور طرف من یه کلاس 6 ساعته گذاشتم راحت رفت 20 شد. برای هندسه است هم همینطور. این رو هم بهتون قول میدم که این کار رو براتون انجام میدیم به صورت رایگان. شما اصلا دغدغه یه امتحان تشریحی نداشته باشید هیچ، اصلا تو کاروان عشق و توی ستاد فرماندهی امتحان تشریحی بچه بازی و یه شوخی ساده بیش نیست واسه ما. این از مدل و آموزش و این که من چی کار میکنم و برنامه به چه ترتیب هست. 4 تا جزوه هست، هندسه 1 و 2 با هم توی جزوه، هندسه 3 ریاضیات گسسته و آمار و احتمال. این جزوات بچه ها به صورت فصل به فصل روی پنلتون هم قرار میگیره، اما امکان تهیه چاپیش رو هم قرار میدیم. جزوات الان همین الان که من دارم با تون حرف میزنم بچه ها اونا دارن کار ایدیتش رو انجام و بچه های خیلی خیلی هستن، همشون دانشجوی دانشگاه شریفن، خیلی دارن زحمت میکشن، منت بر سرم میذارم، از همینجا تشکر ویژه ازشون میکنم و خیلی واقعا دستشون رو به گرمی میفشارم، خیلی زحمت میکشم واسه اینکه یه جزوه تر و تمیز براتون آماده بشه. امکان تهیه چاپیش که فراهم شد، من از طریق پیج بهرام جلالی و یا حالا کانال تلگرام بهرام جلالی آندرلاین است به اطلاعاتتون میرسونم که چجوری اون رو تهیه بکنید. اینم از جزوه‌ای که خدمتتون گفتم. یه تیم پشتیبانی و فنی قدر، واقعا بچهای خفنی هستند، برای رفع اشکال شما در نظر گرفتم. رفع اشکال شما فقط و فقط از طریق پنل کاربری، قسمت پرسش و پاسخ و آفلاین دیگه ارفان، درسته یه همچین چیزی ها میگم رفع اشکال بچه ها قسمت یه تو پنلشون پرسش و پاسخ و آفلاین یه همچین چیزی دیگه نه، بله اونجا رفع اشکال میکنید، نهایتا تا 12 ساعت صبر میکنید و بچه ها جوابتون رو میدن. حالا من بهتون میگم چه اشکالایی رو باید بپرسید. الان فعلا اینو خواستم خدمتتون بگم که در جریان باشید. تحلیل آزمون‌های آزمایشی رو ما انجام میدیم بچه‌های عزیز، در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت، بازم توسط همون تیم انجام میشه. خیلی از من زیاد می‌پرسید آقا کتاب چی بگیریم؟ هیچی، فعلا بذارید این دو تا جلسه فرست بگذره، عجله نکنید واسه کتاب خریدن. من جلسه اول شروع کلاس ما که هفته دوم مرداد هست، شما این هفته جلسه اول فرسته، بعدی دوم فرسته، یه هفته استراحت، از هفته دو مرداد کلاس رسما جلسه یکش شروع خواهد شد، اونجا بهتون میگم. بعد میپرسید آزمون چی شرکت بکنیم؟ تو تابستون آزمون نیاز نیست شرکت بکنید، ما اصراری نداریم، ولی از مهر به بعد حتما یکی از آزمونا رو، اصلا برام مهم نیست چیه، کانون، گاج، گزینه 2 و هر چی که هست شرکت بکنید. و انقدر که شما اصرار دارید که من چه کتابی بگیرم یا چه آزمونی بدم، این خیلی اون کتابه و آزمونه تعیین کننده تو موفقیت شما نیست. مدلی که شما باش برخورد میکنی خیلی مهمه. فرق نمیکنه تو کتاب انتشارات ایکس رو بزنی یا ایگرگ و یا زد رو، ولی فرق میکنه تو چه مدلی با اون کتاب برخورد کنی، که اینا رو بهتون میگم که چی کار بکنید. اینا رو من بهتون جلسه اول کلاس میگم که با کتاب چه جوری برخورد بکنید که کتاب اصلا اثر بخش باشه براتون زدن تستاش. آزمون هم به همین ترتیب، آزمون هم همه بدن شرکت بکنن، اما همه نمیتونن اون بهره وری درست از آزمون داشته باشن. خب حالا من تطابقا رو که آوردم بهتون میگم این مسئله آزمون رو که چی هست و چی کار باید بکنید. این از این موضوع. شرکت در آزمون آزمایشی بچه‌ها به اعتقاد من الزامی است بچه‌های عزیز، الزامی است. اما من هیچ وقت تو کلاسم اجبار و الزام تحمیلی به بچه‌ها نداشتم.
مگر در یه سری مواردی که صلاح دونستم یا تشخیص دادم. خب طرف میگه آقا مثلا من به لحاظ مالی مشکل دارم، نمیتونم آزمون ثبت نام بکنم. از نظر من اشتباست. چرا؟ چون آزمون یکی از تعیین کننده ترین